درود فرمان خدمت دوستان خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان توی این برنامه میخوایم به مذاکرات هسته‌ای قطر بپردازیم. البته سعی میکنم که این مقداری طبع برنامه رو حالت تنزگونه هم براتون پیش ببرم که این مقدار خستگی از سرتون بپره، حالتهای آموزشی هم توش داشته باشه و در هر حال میتونه خودش یک نوع کلاس درس هم باشه، به خاطر اینکه ما در ارتباط با مذاکره میخوایم صحبت کنیم. حالا این مذاکره میتونه مذاکره هسته‌ای باشه، میتونه مذاکره تجاری باشه، میتونه مذاکره نمیدونم عاطفی باشه. مذاکره مذاکره است دیگه، در حال فرق نمیکنه. شما در مذاکره دو طرف داری، این طرفین با هم دیگه میشن صحبت میکنن. در مذاکره چند حالت احتمال داره که اتفاق بیفته. یه حالت این که خب طرف آ در نهایت قرارداد به نفع خودش تمام بکنه و طرف B بازنده باشه، برد باخت اتفاق بیفته، یا برعکس آ بازنده باشه بی برنده، باخت برد اتفاق بیفته، فرق نمی کنه. در حال یه طرف مذاکره برد باشه، یه طرف مذاکره باخت باشه، توی این مذاکره معمولا نتیجه حاصل نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعد از مدتی اون طرفی که باخت مذاکره بوده احتمال داره که به تعهداتش عمل نکنه، یا اینکه مثلا بزنه زیر همه چیز، یا مشکلاتی به وجود بیاره. در حال احتمال این قضیه خیلی قوی هستش و همیشه دیگه دنبال یه بهونه‌ای میگرده که خارج بشه از اون قرارداد یا اون تفاهم نامه، حالا هر چیزی هستش. ما اینو دقیقاً در مذاکرات تجاری یا بحث‌های اصول راه اندازی کسب و کار چیزای دیگه هم همیشه بهش اشاره می‌کنیم و داریم. مورد بعدی اینه که خب دو طرف اصلا مذاکره قرارداد اینقدر بد باشه که دو طرف بازنده باشن، یعنی کلاً باخت باخت باشه. اون مذاکره که خب کلن هیچی دیگه، اصلا بعضی از اوقات دیدید شرکت ها یا جای مختلف میرن قراردادهای می نویسن و هیچ وقت هم اجرا نمیشه. اینها به خاطر اینه که یا باخت باخته یا برد باخته، در حال یه طرف یا حاضر به اجراش نیست یا دو طرف حاضر نیستن. در حال مذاکره خوبه که برد برد باشه. در مذاکره برد برد در حال هر دو طرف احساس میکنن که یک دستاوردی داشتند. البته مذاکره برد برد به مفهوم این نیست که یک طرف هرچی دوست داره بگه و اون طرف هرچی اون میگه باید گوش بکنه و بعد فکر کنیم که مذاکره برد برد حاصل میشه. نه، در مذاکره برد برد شما باید یه امتیاز بدی یه امتیاز بگیری. یعنی در واقع مذاکره در هر نوعی که باشه تبادل امتیازه. تبادل امتیاز میتونه شما را به یک معامله یا به یک قرارداد برد برد برسونه که طرفین هم بهش تعهد داشته باشن، پایبند باشن و خب تا مدت ها روش کار بکنن. حالا یا مدت قرارداد تمام بشه خب قابل تمدید هستش، یا بالاخره اون تعهد به پایان برسه و معمولا این بهترین مذاکره است. حالا بریم ببینیم واقعا در مذاکرات ما داره چه اتفاقی میفته و چه اثراتی میتونیم از این مذاکرات رو در این دوحه ببینیم. اول اینکه مذاکرات دوحه در هر حال ادامه اون مذاکرات وین هست و بگذاریم من این چیز قبل از این خدمتون بگم، ما تو منطقه خودمون چند تا کشور داریم که یکیش همین قطره، یکیش عمانه، یکیش ترکیه است. حالا اگر دقت کرده باشید این کشورها خیلی دوست دارن که همیشه همه طرفین رو برای خودشون حفظ کنن. یعنی سیاستیشون خیلی جالبه، یعنی سیاستیه که دقیقا برخلاف سیاستهای ما یا حالا برخی کشورهای دیگه است. فرض کنی یعنی که ما با یه کشوری خوبیم، دیگه با دشمنای اون کشور دشمنیم، با دوستای اون کشور دوستیم. هر اتفاق بدی تو اون کشور بیفته نه میگیم خیلی خوب بود، اگه اتفاق خوبی هم در کشورهای مثلا دشمن اون کشور بیفته میگیم نه اون اتفاقات هم بده. و خب در هر حال هر چقدر که این میزان زیادتر باشه در یک کشوری، انزوای اون کشور بیشتر میشه، یعنی خودشو بیشتر منزوی میکنه، گوشه‌گیر میکنه. خب متاسفانه در سیاستهای ما این دقیقا دیده میشه. یعنی ما این کشوری هستیم که در مقایسه با کشورهایی که این گونه عمل میکنن خیلی منزوی هستیم. الان قطر میتونیم بگیم برترین پول دنیا را داره، بیشترین ثروتمندان را داره الان در کشور خودش، بیشترین نفوذ را داره
با همین سیاست ها. کشور کوچکیست ولی نفوذ خیلی زیادی داره. همین که تونست جام جهانی رو ببره تو اون کشور کوچکی که در هر حال با مشکلات فوتبالی مواجه، یعنی فوتبالی نداره قطر که صاحب فوتبال نیست، بعدن تونست میزبانی جام جهانی رو بگیره، نشون میده که نفوذ زیادی داشت در حالا فیفا و تونست این کار رو انجام بده. در بقیه جام همینجوره، یعنی الان این وسط به جای اینکه به آمریکا و ایران نگاه بکنید، من میگم به این قطره نگاه بکنید، این قطره بهتر داره نقش بازی میکنه. خب حالا بعد از قطر شاید ما ادامه مذاکرات رو مثلا توی ترکیه داشته باشیم یا توی عمان داشته باشیم، چون اونا هم تقریبا همچی حالتی رو دارن، یعنی کشورهایی هستن که معمولا سعی میکنن همه جوانب رو داشته باشن. حالا مثلا در ارتباط با ترکیه، البته مقداری بعد از این جریان کودتا در ترکیه این قضیه حالا تنششون با آمریکا بیشتر شده، کم بینشون شکراب شد، ولی حالا آمریکا رو بذاریم کنار، ترکیه در انتخاب بین روسیه و اروپا میبینید که خیلی محتاط عمل میکنه، یعنی میخواد هر دو طرف را داشته باشه، هم اروپا را از طرف داشته باشه هم روسیه داشته باشه، بنابراین در کارهاش در ارتباطاتش میبینیم شکلی به نعل میزنه که به میخ میزنه. عمان هم دقیقا همینجوری، یعنی کشوری هستش که حالا نقشش نسبت به قطر شاید کمتر باشه، ولی در منطقه ما میبینید که تونسته تعامل خیلی خوبی را با همه کشورها داشته باشه و دوست داره که نقش میانجی را بازی کنه. ای کاش ما توی مذاکراتمون، یعنی توی این سفرهای مسئولینمون به کشورهای مختلف که میرفتن، این چیزها را همه کم یاد میگرفتن. میبینید که مثلا کشوری هستش به نام قطر که چقدر قشنگ و خیلی جالب داره این کار را انجام میده. آقای مذاکره کننده ایرانی هستش و سفیر ایران در قطر که خب در حال اینجا خوش آمدگوری سفیر با ورود باقری کنی به قطر انجام گرفته و یعنی خوش آمدگویش. قطر هم گفته که ما تلاش میکنیم که این مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و واشنگتن، بخشید تهران و واشنگتن، موفقیت آمیز باشد، که خب دستش درد نکنه، داره این فضا رو فراهم میکنه که این کار رو بکنه. خب عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفته که آقا این مذاکرات وین ادامه مذاکرات دوحه ادامه مذاکرات وین است. خب قطعا ادامه مذاکرات وین هم ادامه مذاکرات نمیدونم قبلیه بود، اون قبلی هم ادامه مذاکرات قبلیه بود. 20 ساله دوستا ما فقط داریم ادامه مذاکرات رو میبینیم، یعنی همش این دوستا میرن اونجا میان ادامه مذاکرات ادامه مذاکرات. البته اینا خدمتتون بگم این آدمایی که میرن مذاکره میکنن، حالا فرق نمیکنه از ایران باشه از آمریکا باشه از فرانسه انگلیس، اینا خود اون افراد خداییش براشون بدم نیست، یعنی خوبه دیگه حالا بهش میپردازیم. المیادین هم گفته که آقا پشت پرده اون قرار شده که سپاه رو از لیست تروریستی آمریکا خارج بکنه، که خب دیدار باقری با وزیر امور خارجه و آغاز گفتگوی باقری کنی و مورا میبینیم، شروع مذاکرات رو اعلام میکنن حالا طرف مقابل ما و دوباره ببینید اینها سخنگوی اتحادیه اروپا گفته که آقا امیدواریم که این ادامه مذاکرات رفع تحریم ها را داشته باشه. ببینید همین آدمایی که میان اینجا میشینن، من و شما اگه بخوایم برای یک مذاکره تجاری اقتصادی، حالا فرق میکنه مذاکره ورزشی اصلا، به یک کشور دیگه ای بریم باید دست بکنیم تو جیب مبارک خودمون، بلیت بخریم، عوارض خروج بدیم، بعدش بریم تو اون کشوره هتل بگیریم، هزینه آب و غذا و چه می‌دونم چیزا رو هم داشته باشیم توی اون چند روزی که اونجا هستیم تا بعداً بتونیم حالا به یه نتیجه یا مذاکره برسیم. بنابراین چون داریم هزینه می‌کنیم از جیب خودمون، سعی هم می‌کنیم که خب بالاخره زودتر به نتیجه لازمی که می‌خوایم برسیم و بالاخره یه تعاملی داشته باشیم، یه نرمش قهرمانانه از سمت خودمون انجام بدیم، بالاخره یه دونه چی بهش میگن
امتیاز بدیم، یه دونه امتیاز هم بگیریم دیگه. رفتیم اونجا بالاخره هزینه داره خارج رفتن که اینجوری نیست. ولی خب این آقایونی که میبینین از همه کشورها، یعنی از اروپا و آمریکا و ایران و همه جای این پاپشر میرن اونجا، یک ریال، یک دلار، یک پوند، یک یورو از جیب مبارک خودشون خرج نمیکنن. اینها همه رو از جیب ملت شریف خودشون پرداخت میکنن و خب میرن اونجا، هزینه های بلیط، عوارض خروج که برشون پرداخت میشه، بعد هزینه های هتل، نهار و شام، احتمالا اگه همراهی دارن بالاخره، حالا مولا بلای گشتی هم تو شهر بزنن تو اون کشور و اینا. خب مگه بده کار و این خوبی زیر باد کولر تو هتل توی کشور خارجی؟ هر دفعه هم یه جا که تکراری نشه، حالا یه بار وین، یه بار نمیدونم پاریس، یه بار دوحه قطر، یه بار چه میدونم هر کشوری هست، یه کشور مختلف اینا میشینن با هم یه مذاکره میکنن و خب با دل راحت، خیال خوش، قشنگ میشینن مذاکراتشون رو ادامه میدن. حالا ابراز امیدواری هم میکنن دیگه. ببینین هر سری که میرن، همین آقای سخنگوی اتحاد اروپا هر دفعه هم ابراز امیدواری رو میکنه دیگه. در هر حال شما برید ببینید که قبلا توی صحبت‌های قبلیش همین حرفا رو تکراری، یعنی شما هر بار برید صحبت‌های همه مسئولین رو ببینید، میبینید که مسئولین ما، منظورم نیست مسئولینی که تو مذاکرات هستن، کلا از اروپایی و آمریکا و ایرانی ها، اینا هر سری که بری ببینی همینه. یعنی دقیقا اینا میان یه سریشون میگن که آقا مذاکرات به نتیجه میرسه این بار، یه سری میگن نمیرسه، مثلا میگن این مسائل بعد هشه، اون مسائل بعد فلان بشه، این حرفا. و ما همیشه گفتیم زمان به سود ما نیست و باید به سرعت پیش برویم. اما یک بار دیگر بگویم به اتحادیه اروپا و نمیدونم فلان از سرعت مذاکرات رو فلان، همش همین داره دارم میگه. دفعه قبلی من یادمه که گفتم آقا دیگه وین آخرین منزل مذاکرات برجام است، بعد از آن فلان میشود، بعدش میگه دوباره ادامه داره. علت هم همینه دیگه. این علتش اینه که اینا که نمیخواد جیب خودشون خرج بکنن، که عجیب ما دارن خرج میکنن، عجیب ملت های خودشون دارن خرج میکنن، خیلی هم براشون اهمیت نداره. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته که بزرگترین چالش در گفتگوی ایران و آمریکا ایجاد اعتماده. بله، ایشون چشم قصد غیب میگن، یعنی الان این اعتماده که الان 40 ساله بین ایران و آمریکا بالاخره به انواع مختلف، یه جایی ایران مقصر بوده، جایی آمریکا بوده، از بین رفته. در حال وقتی شما میریزی سفارتخونه یه کشوری رو میگیری، بعدش بالاخره اونها میان میزن زیر قرار داد، نمیدونم یه شیطنت ایران میکنه، یه شیطنت آمریکا میکنه، خب اعتماد از بین میره دیگه. دیگه اعتمادی این وسط وجود نداره و در حال ایجاد اعتماد بین دو طرف بزرگترین چالش است که بعید هم به نظر میرسه که حالا به نتیجه برسه. و درست میگه ایشون، در هر حال اعتماد خیلی مهمه، ولی آیا ایجاد میشه یا نمیشه ما بریم ببینیم که حالا بعدن اصلا چی میگن این دوستان، آیا واقعا امتیاز میدن یا بگیرن یا نه. خب سخنگوی وزارتخونه گفته که آقا در توافق هسته‌ای مدارا نمی کنیم. خیلی قشنگ مدارا نمی کنیم اومده. اصلا همین حرف بار جالبی داره، حالا بار مذاکراتیش این هستش که ما قرار نیست امتیازی بدهیم و در هر حال خیلی نه اصلا خودمون رو دلخوش به این قضیه قرار بدیم. بعدش امین عبداللهیان وزیر امور خارجه منده گفته که آقا به هیچ عنوان از خطوط قرمز خودمون عبور نمی کنیم. و بعد این خطوط قرمز چیه؟ تأمین حد اکثری منافع ملی. یعنی ایشون انتظار داره که آمریکا بیاد بگه به به شما چقدر خوشتیپی، چقدر قشنگ صحبت بکنی آقای امین عبداللهیان، الان ما میخواییم حد اکثری منافع ملی شما رو تأمین بکنیم و توی این مذاکرات به نتیجه خیلی خوبی برسیم و بله هر چی شما میگید همینه، هیچ امتیازی نمیخواد بدید، ما هم 10 تا امتیاز دیگه هم بهتون میدیم. یعنی اگر به این صورت پیش بره قطعا مذاکرات به نتیجه میرسه، که خب ببینیم اینجوری پیش نمیره. یعنی اصلا لحن صحبت مشخصه که قضیه قراره چه اتفاقی براش بیفته. سه شنبه اولین دور مذاکرات شروع شده و سه شنبه هفتم تیر، البته یعنی سه شنبه هفته گذشته. و در هر حال
هیچ مذاکره مستقیمی هم با آمریکا نبوده، یه نفر سومی وسط هست، یعنی مثلا اولیه میره در گوش وسطیه میگه، بعد میگه خب، اون میره به اون سوم بعدیه میگه، بعد از اون دوره در گوشش میگه، بیاد به این میگه. خیلی جالبه اینجا، اصلا من متوجه نمیشم، یعنی تو دنیایی که الان شما نیازی نیست مستقیم هم صحبت بکنی، شما حرفتو بزن، 2 دقیقه بعد تو فضای مجازی میشه انتشار پیدا بکنی، اون طرف مقابل هم جواب اون رو بده دیگه، یعنی مثلا اینجوریه قضیه. بعدش مشکلی وجود، مگه مشکلی وجود داره در مذاکره مستقیم؟ من نمیدونم چه حساسیتی هستش که بگن شما که قرار نیست امتیازی بدید، که خب حالا بشینید با هم مذاکره انجام بدید، مشکلی وجود نداره تو این قضیه. ولی خب در هر حال، یعنی این چیزی که دارم بهتون میگم من در بحث مذاکره دارم میگم، حالا کاری به هسته ایران ندارم. در مذاکره اصلا این که دو نفر میخوان به هم به توافق برسن، دو طرف میخوان به توافق برسن، بعدن میگن ما با هم حرف نمیزنیم، اصلا دیگه نمیشه روش اسم مذاکره گذاشت. این چه مذاکره هستش که شما مثلا طرف اول بگه که من با طرف دوم اصلا حرف نمیزنم، شما هر کار دلت میخواد بگو به یه نفر دیگه، اون بیاد به من بگه، منم هر کار دلم خواب کنم به اون میگم، بیاد به شما بگه، هی تو بگو من بگم. خب این چه مذاکره ای هستش؟ و از همینجا مشخصه که قضیه به کجا خواهد انجامید. بعد دوره مذاکرات دوحه آخرین راه حل دیپلماتیک برای برجام، مجددا این قضیه آخرینه به وجود اومده، هر دفعه من یادم آخرینه، یعنی منتظر باشین که یه آخرین دیگه هم وجود داشته باشه. ولی اینجا باز حرف خوبی زده این هومان مجد، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، گفته تا زمانی که ایران و آمریکا در مواضع خود انعطاف نشان ندهند، تصور توافق در 48 ساعت آینده دشوار است. یعنی اصلا بگیم غیر ممکنه، کاری 48 ساعت هم نداره. این خوب گفته، این قسمتی که دو طرف مذاکره انعطاف نشان ندهن، یعنی انعطاف چیه؟ شامل که آقا مثلا این بچه ها، من با تو حرف نمیزنم، به در گوشه یکی دیگه بگو، بیا به من بگه، من به اون میگم، اون به تو بگه، اینجوری به چرخونیم قضیه را. خب این دیگه عدم انعطاف دیگه، این انعطاف تا زمانی که مثلا امتیاز ندی، امتیاز هم نمیتونی بگیری. این راجع آمریکا هم دقیقاً صدق میکنه، یعنی آمریکا هم نمیتونه بیاد بگه که آقا من هیچ کاری نمیکنم، فقط ایران این کارا رو بکنه، این کارا رو بکنه و من این کارا رو انجام نمیدم. نه خب دیگه، اونم باید بیاد 4 تا امتیاز بده و اینجا تبادل امتیاز با هم دیگه انجام بگیره که انشالله مذاکرات به نتیجه برسه. که خب با این ادبیات و این لحنی که داره پیش میره، واقعاً بعید به نظر میرسه که این اتفاق بیفته. و جالب اینجاست که هر زمانی هم به توافق نزدیکتر شده ایم، همیشه هم همین اعلام میشه. دیدید هر سری میرن صحبت میکنن، اون لابلا یکی دو نفرشون، حالا یه موقع مثلا اون سخنگوی انگلیسه، یه موقع بال فرانسه هست، اروپا، یه جایی یکیشون میاد میگه خیلی عالی بود، به مذاکره رسیدیم. ایرانیا معمولا همینه، میگه آقا این بار خیلی میتونیم به نتیجه برسیم، نمیدونم فلان بکنیم، ولی در نهایت خب تا وقتی که این اتفاقی وجود نداشته باشه و مذاکره اصلا انجام نمیگیره، به قول معروف قهر باشید با هم دیگه و حرف هم با هم نمیخواین بزنید، خب من نمیدونم چجوری شما میخواین مذاکره داشته باشیم به توافق برسیم. بعد برداشت کنونی این است که به توافق نزدیک شده ایم. من نمیدونم شما از کجا این برداشت کنونی را انجام دادید. بعد میدونید از کجا میگن که مثلا ما از قیافه طرف مقابلمون برداشت کردیم، یعنی مثلا ما اومدیم این حرفا رو زدیم، باشون که حرف نمیزنیم، که در گوش اونا گفتیم، اونا رفتن در گوش اونا گفتن، بعد انگار قیافه شون یه جورایی مثلا برافروخته شد، متفاوت شدن و در هر حال اینجوری شد دیگه. بازیشون اومده گفته که اگر اتفاق خاصی صورت نگیرد، چه از سمت ایران یا آمریکا و چه از سمت مخالفین برجام. حالا جالب اینجاست که الان 3 طرف داره این مذاکرات، یعنی یه طرف ایران داریم، آمریکا داریم، حالا یه طرف مخالف هم پیدا شده، یعنی دو طرف قراره با هم دیگه مذاکره بکنن، تازه مذاکرهشون هم در گوشه یه نفر دیگه است، بعد یه طرف دیگه که اصلا تو مذاکرات وجود نداره
و تو مذاکره نیست که مخالف این مذاکرات، اونم تازه پیدا شده، یعنی اونم یه تیکه دیگه مذاکرات هستش به نوعی. و واقعا یعنی من هرچی فکر میکنم چنین مذاکره‌ای در هیچ جای دنیا نمیشه پیدا کرد. و چون گفته که اگه توافق قطعی شود طرفین به وین میرون دوباره، یعنی که خب حالا خوبه دیگه، حالا اگر که قطعی بشه میرن وین، احتمالا اگه قطعی نشه میرن پاریس، و اگر که مثلا حالا به نتیجه نرسه بعد چند دیگه میرن آنکارا. یعنی یه برنامه چیدن دیگه برای بعدشون، ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. و بعد اگه همه چی خوش پیش بره آقای امیر عبداللهیان به وین میره. یعنی داستان پیشگویی‌های داستانی جالبی وجود داره اینجا. مثلا این آقای تاجیک نمیاد راجع این صحبت بکنه که خب ما اصلا حاضر نیستیم طرف مقابلمون صحبت بکنیم، حاضر نیستیم امتیاز بدیم، حرفایی که داره انجام میشه به این صورته، بعدن انتظار داریم که بیش از همیشه هم به نتیجه نزدیک هستیم و قراره که زودی بریم وین و اینا رو امضا بکنیم و برگردیم. حالا گیریم اینم شد شما رفتی وین امضا کردی اومدی، گیریم که الان شما هرچی هم گفتی آمریکا گفت چشم انجام داد، حالا یه سال دیگه دوباره ترامپ بیاد یا یکی مثل ترامپ بیاد بزن زیه شب دو، چه فایده ای داره؟ شما این همه وقت رو تلف کردی، نه هزینه انجام دادی، فلان کردی، نهایتش که دوباره برمیگردیم سر خونه اول. این تا وقتی که شما این تبادل امتیاز را نکنی، یه امتیاز ندی، امتیاز نگیری، خب مشخصه طرف مقابل هم با تجربه این که الان یه طرف دیگه هم پیدا شد دیگه مخالف مذاکراته، خب با مشکلات مختلف این قضیه رو پیش خواهد برد. بعد بهشتی پور کارشناس مسائل بین‌المللی گفته که ایران و آمریکا چاره ای جز توافق ندارند و در هر حال گفته باید این توافق حتما انجام بگیره. خب میگم حالا توافق انجام بگیره ضمانتش چی هستش؟ یعنی فرض بکنید بایدن بیاد توافق بکنه و دوباره ترامپ بیاد بزنه زیر توافق، میتونه اتفاق بارها تکرار بشه و در هر حال دوباره میرسیم به اینجایی که سخنگوی وزارت امور خارجه مذاکرات ادامه دارد. خیلی خوب میدونیم مفته مذاکرات دو روز هنوز به انتها نرسیده و عصر گذشته در هر حال دوباره ما رفتیم نشستیم مذاکره کردیم با هم دیگه. و یه چیز جالب هم هست، همش میگن نمیدونم مذاکرات میره تو کمیسیون‌های حرفه‌ای و کارشناسی و فلان و این حرفا، ولی اینقدر هم که با هم حرف میزنند و مذاکره میکنند و اینا، هیچ وقت مثلا از این کارشناسی ها اینا بیرون نمیدن که ما بفهمیم کارشناسی اصلا چی هست، چی میخوام میشن کارشناسی بکنن این وسط. یعنی اینقدر که قضیه رو سربسته نگه میدارن و میخوان اینجوری القا بکنن که یه قضایا خیلی مهمی در مثلا یه قسمت های تخصصی وجود داره که کسی نمیفهمه. یعنی مثلا هیچ مهندسی در ایران، هیچ سیاستمداری در ایران، هیچ نمیفهمه، فقط رفته توی یه جایی کارشناسی داره میشه. حالا اینا چی هستش واقعا من متوجه نمیشم، چون اینو دارم خدمتتون میگم چون 20 سال اینا داریم تجربه میکنیم، ما 20 سال دقیقا همین روند هی داره تکرار میشه، هی داره تکرار میشه و دیگه اصلا یه چیز مسخره ای شده این قضیه. یه جایی دیدم نوشته بود، طنز البته نوشته بود که 20 سال اگر که یه پسری 20 سال پیش به دنیا آمده باشه الان سربازیش هم رفته، کارت پایان خدمتش هم گرفته و مذاکرات هسته ای ادامه داره، بعد حالا اینا همه به کنار، ما هنوز یه لامپ هم نتونستیم با انرژی هسته ای روشن بکنیم و هیچ نتیجه ای هم برای ما نداشته. یعنی نه مذاکراتش نتیجه داشته نه خودش نتیجه داشته، که خب در هر حال فرازی برجام باید به نتیجه برسد. حالا از طرفی میگیم که آقا باید به نتیجه برسه، از طرفی هم که خب حاضر نیستیم مستقیم مذاکره بکنیم، از طرفی هم حاضر نیستیم هیچ امتیازی بدهیم. حالا من نمیدونم چه جوری اتفاق میخواد بیفته. باقری گفته میزبانی مذاکرات نشانه حسن نیت قطر در ترویج گفتگو و تعامل است. خیلی خوب، خیلی خوبه که شما اینا درک کردید که در حال میزبانی یک مذاکره میتونه حسنیت باشه، ترویج گفتگو خیلی خوبه و کاش اینو اجرا میکردید، شما هم اجرا میکردید ترویج گفتگو رو اجرا میکردید، نه اینکه بگی آقا نه ما حرف نمیزنیم گفتگو نمیکنیم، که گفتگو نمیکنیم واقعا متوجه نمیشه.
بعد چین اومده از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا هم حمایت کرده، خیلی خب دستش درد نکنه، حمایت خیلی خوبی داره همیشه چین از ما، چین و روسیه حامیان ما هستن در این مذاکرات که هیچ وقت نمیخوان به نتیجه هم برسه، یعنی فقط حامی مذاکره هستن، حامی به نتیجه رسیدن مذاکره نیستن، این کشورها فقط دوستان که ما مذاکره کنیم. چرا؟ چون اگه به نتیجه هایی برسیم احتمال داره که سهم بازارشون از کشور ما مقدار کم بشه و خب این اصلا به نفعشون نیست. باز کارشناس گفته که توافق نهایی در دوحه یا وین خواهد بود و تصادفی نیست. خبرنگار وال استریت ژورنال مذاکرات دوحه سازنده نبوده است. ببینید از وقت حالا داشتیم صحبت کنیم که خیلی خوبه توافق فلان، نه یکی پیدا شد این وسط که آقا سازنده نیست، صحبت ها هم چندان مثبت نبوده است. همیشه هم همین داستانه، همیشه همین داستان، یعنی چند روزی میگذره بعدش یه سری میگن خیلی عالی بود، میگن خیلی بد بود. حالا دوره پیشرفت در مذاکرات به وجود نیامد. مرا خب مشخصه با وقتی مذاکره با این سیستم داره جلو میره شما میخواهید به نتیجه هم برسه. مذاکرات دوحه به پایان رسید و در حال نتیجهش رو هم که دیدید، اولش همه اومد هم مثل این مربی فوتبال ها با هم دیگه گفتن آقا خیلی خوبه تیم ما اینجوری آماده است فلان این حرفا، آخرش ها نچه نرسید، در نهایت میگه آقا باقری اولا در تماس خواهند بود، دستشون در نکنه، از این بعد قراره که اونجا که رفتن نشستن کنار هم دیگه که به نچه نرسیدن، ولی خب حالا قراره که حالا یه ذره تلفنی هم با هم دیگه حرف بزنن، از این بعد بشینن ببینن که چه اتفاقی میفته. بعد دوره حالا همون چی بود، یکیشون بود دیگه، آن نه این نبود، یکی دیگه بود آه مذاکره دوحه شکست نخورده است، ادامه دارد. یعنی حالا قبلش بحث این بود که آقا مذاکرات خیلی عالیه، خیلی نتایج خوب داریم میگیریم، حالا شکست نخورده قراره که ادامه داشته باشه. خب حالا از طرفی شبکه NBC نیوز اومده گفته آقا احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، که خودم چیز جدیدی نیستش، یعنی در حال یه جورایی تحریم هم برای اونا دکون خوبی شده دیگه، در حال با تحریم ایران پول بیشتری بابت محصولات مختلف گرفته میشه و شرکت‌های بیشتری این وسط سود میکنن. ارزیابی ما از مرحله اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است. حالا جالب اینجاست که ببینید امیر عبداللهیان متفاوت، یعنی حالا هیچ نتیجه نگرفته، قرار ادامه هم داشته باشه. این ارزیابی مثبته رو من نمیفهمم، حالا کدوم قسمتش مثبته؟ احتمالا قسمت میزبانی قطرش خیلی خوب بوده، از حسن میزبانی قطر مشخصه که این قسمت مثبته برای میزبانی خوبی بوده. قسمت مثبت کار پس میزبانی خوب قطر بوده که در حالیشون داره بهش اشاره میکنه. بعد ایران در دوحه خواستار بسته شدن پروندهش در آژانس شده که در حال حالا گویا این قضیه هنوز ادامه داره و به نتیجه نرسیده. پاسخ واعظ به توییت خبرنگار وال استریت ژورنال در مورد بسته شدن، در هر حال حالا رفتیم روی این پرونده‌ای که جدید باز شده، یعنی هنوز مذاکرات قبلی بی سرانجام، یه پرونده جدید هم باز شده، سری هم دارم هم دیگه توییت میکنن و در نهایت ایران در مذاکرات دوحه فرصت را مغتنم نشمرد و در حال بیانیه اروپایی ها بود که خب حالا در حال هر سری هم همین گفته میشه. نشست شورای امنیت درباره برجام که خب حالا اون که تموم شد این یکی شروع شد، از اونجا وقتی اون بدن چه نرسید دوباره شورای امنیت وارد شده و داره یه سری کارایی را انجام میده. چین هم که از گفتگو دوباره استقبال میکنیم، دستش در نکنه، یعنی هر سری میاد اون وسط همینا میگه، یعنی چین عزیز هر سری میاد حمایتی میکنه و میره. خب تخت روانچی هم گفته ایران به دیپلماسی چند جانبه تضمین کننده لغو مؤثر تحریم های غیر قانونی متعهد است. در هر حال در سازمان ملل بعد از اون اجرای قطعنامه اومده این صحبت را انجام داده و خب جالبه
اینجایی که سازمان ملل میشه و شورای امنیت و اینا میره میگه آقا نه ما متحدیم فلانیم این حرفا، اونجایی که باید مذاکره کنیم میگیم نه آقا ما حاضر نیستیم مذاکره کنیم، ما حاضر نیستیم امتیازی بدیم، ما حاضر نیستیم. خب این که نشد که شما یا اگه بخوای اینا بدن چه برسه و این حرف این تضمین کننده انجام بشه، در مذاکره بیاد قشنگ صحبت بکنیم به نتیجه برسونیش. در حال باقری گفته تضمینی برای عبور از خط پایان مذاکرات وجود ندارد. در این آخر کارم واقعا اصلا تضمین نمی کنیم که این قضیه پایان پیدا بکنه و هر قدری هم که خط پایان نزدیک بشیم ارزاقان تضمینی برای عبور از آن وجود نداره. این دوره خط پایان میبنیش عقبتر، یعنی الانه یه خط پایان دیگه درست میکنیم، بالاخره خوبه دیگه، ادامه پیدا میکنیم. مذاکرات روز سوم مذاکرات پس از بیش از یک سال مذاکره خط عبور نکرده از خط پایان را داریم. حالا این اومده با اون میگه که آقا نمیشه دیگه، خط عبور نکرده از خط پایان را داریم، جواب این طرف ایرانی داده. تو خب اونا هم همینه، اونا هم حالا اینو میگه در نهایت نداریم. من فکر میکنم اینها به نتیجه برسه. از طرفی سلامت فعالیت‌های هسته‌ای ایران اثبات شده است. البته خب حالا ما فعلا فعالیت هسته‌ای چنانی نداریم که اصلا بخوایم راجعش صحبتی بکنیم، یعنی نتایجمون خیلی هم چشمگیر نبوده دیگه. ما یه دونه نیروگاه بوشهر داریم که این نیروگاه بوشهرمونه که هنوز دوستان روسمون دارن می‌سازن، هنوز بهم تحویل هم ندادن، اونجا هم هستن و فکر می‌کنم 20 سال هستش، قرار امروز فردا و در حال اگر این پولی که توی نیروگاه بوشهر ما خرج کرده بودیم رفته بودیم نیروگاه خورشیدی ساخته بودیم، این فکر میکنم که تا حالا چند تا نیروگاه تموم شده بود و این تحریم‌ها رو هم نداشتیم، وسایلمون خیلی راحت‌تر دنبال میشد. خب حالا شاید هم بالاخره نتایجی هم باشه که ما اطلاع نداشته باشیم. اینم خدمتتون بگم من نمیدونم واقعیتش، در حال ادعاییه که ایران میکنه همیشه و اونا هم که حالا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم گفته که هنوز به بازگشت آمریکا به میز مذاکره خوشبین نیستیم. اصلا میز مذاکره وجود نداره، ما که سر میز نیستیم باشه حرف بزنیم، که قراره که یکی دیگه باشه جای آمریکا، ما با اون حرف بزنیم و در گوشش بگی. اصلا مفهوم مذاکره را از بین برده شده و بعداً اینا به میز مذاکره خوشبین نیستیم، مشخصه دیگه. منم خوشبین نیستم وقتی میزی وجود نداره، چجوری میخوای خوشبین باشی آقای عزیز؟ بعدش دوباره ببینید که اینجا تضمین ها لیست قرمز از موارد اختلافی ما با آمریکاست. خب تضمینی وجود نداره دیگه، گفتم دیگه، در حال ما تا وقتی که به یک چند تا امتیاز ندیم، امتیاز هم نمیتونیم بگیریم، با این روش که ما داریم جلو میریم 40 سال دیگه هم مذاکرات پیش بره و طول بکشه، مطمئن باشه که باز در جایگاه همین امروز هستیم. بعد دوره ها را روانچی اومده گفته توافق دور از دسترس نیست، یعنی حرفای قبل. و میخوام اینو بهتون بگم، اینجوری دارم براتون میخونم که ببینید این سیکل همین طور داره تکرار میشه، یعنی واقعا همه مردم ایران از این قضیه خسته شدند و یک نوع مذاکرات فرسایشی برای ما وجود داره. این مذاکرات فرسایشی هم تا زمانی که ما ارسال خدمتون نخواهیم امتیاز بدیم، درست حسابی با طرف رو در رو نشینیم صحبت بکنیم، به نتیجه‌ای نمیرسه. آخر مشاور تیم مذاکره گفته تضمین لازم را نگیریم اتفاقا برجام تکرار میشه. خب دقیقا همینجوری، یعنی تضمینم نمیدن، یعنی تضمینم شما مطمئن باشی تا تغییری در سیاست های در حال ما به وجود نیاد تضمینی هم وجود نداره. یعنی یه سری مسائلی خب واقعا حل بشه به این راحتی ها نیست و الان بدجوری مذاکرات به هم گره خورده، یعنی یا اینکه ایران واسه از خیلی از مسائل چی بهش میگن شعارهای بنیادی انقلاب از ابتدای کار تا حالا کوتاه بیاد، چون همه اینا دیگه الان وارد مذاکرات شده روز هفتم مذاکرات دوحه.
جنگ روایت ها از مذاکرات احیای برجام در دوحه که باز میبینید که این وجود داره بعد از اینکه 7 روز از 7 تیر گذشته، فعلا برنامه برای مذاکرات با ایران نداریم. حالا جالب اینجاست، ما که میگیم سر میز مذاکره نمیریم و فلانه حرفا، اونا هم میگن ما برنامه برای مذاکره نداریم. این دو طرف دوتا لجباز، نه فکر کن دوتا آدمی که خیلی لجبازن با هم دیگه قهرند، بعدن اصلا اگه همدیگر رو مثلا ببینم خواهم با هم بجنگن، همدیگر رو کتک بزنن، اینها قراره با همدیگه توافق بکنن و یه کاری رو انجام بدن و یه کمی وسط میانجی پیدا شده، یه ذره در گوشه این میگه، ذره در گوشه اون میگه، تا اینا به هم نتیجه برسن. میبینی کار چقدر سخته دوستان، یعنی واقعا این عجیب غریبه، یعنی این مدل مذاکره اصلا در قول معروف میگن در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. هر جا بخوای بگردی روز نهم شد آمریکا باز ایران رو تحریم کرد. آقا هنوز مذاکره داره انجام میشه و کارا داره انجام میشه، بیان 2 فرد و 13 شرکت و 2 نفکش هم رفتن تو فهرست جدید. حتی دیگه این دیگه قدیمی شده، یعنی من فکر کنم که تا یه چند وقت دیگه آمریکا کل ایران رو، کل مردم ایران تحریم بکنه، خیال همه راحت بشه، یعنی بگه آقا کلیه ایرانی ها تحریم میشن، که تقریبا الان همینجور هست و همینطور هست، یعنی الان ما یه جورایی کلا تحریمیم. حالا شاید تو 2-3 تا کشور یه ذره بتونیم یه کارای انجام بدیم، همین الان به سختی ما میتونیم حساب خارجی کشور داشته باشیم، به سختی میتونیم به قول معروف حالا توی کشور دیگه ای شهروندی اقامت و اینا بگیریم. محدود شدیم به 2-3 تا کشور که تو اونا فقط میتونیم کار انجام بدیم، که میگم اون کشورها سیاست کلیشون اینجوری، یعنی میخوان همه طرفا برای خودشون داشته باشن. در حال دوستان اینجوریه دیگه، جریان به اینجا ختم شد و این سیکل مذاکرات دوباره تکرار میشه و منم به نتیجه خیلی فکر نمی کنم که خوشبین باشیم به این که این مذاکرات به نتیجه برسه. در حال ببینیم چه اتفاقی میفته، امیدوارم هرچی باشه برای همه خیر باشه. منتظر کامنت ها نظرات شما هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.